من برای گرامر دارم این کتاب رو میخونم کنارش به نظر شما اینم بخونم سوالی که خیلی میشنوم و خیلی وقتا هم توی کامنت یا مطالبی که بچه ها مینویسن میبینم که میگن دارم فلان کتاب رو میخونم کنارش این یکی رو میخونم و از این جور موارد چرا این کار اشتباهه قبلا توضیح دادم ولی اینجا یه ای بار دیگه میگم برای اینکه بهتر جا بیفته ببینید هر کدوم از کتابای استاندارد مثل مثلا که الان دستم بود کتاب آکسفورد انگلیش گرامر کورس که تا الان دو تاشو درس دادم سومیش میشم که این باشه به زودی درس میدم پشت این کتابا رو اگر نگاه کنید یه چارت کوچیکی یه جدول اینجا هست که بالای صد سی ای اف آ سی ای اف هم که میدونید دیگه 6 تا سطح سطح مقدماتی A1 A2 سطح متوسط B1 B2 و سطح پیشرفته C1 C2 پشت اینو اگر نگاه کنید زده C1 C2 رو مشکی کرده علامت زده یا مثلا این یکیش که ساعت مقدماتیشه ایوان ای تو رو این کار کرد حالا اینا چه معنی میده من قبلا در تو استاندارد سی صحبت کردم که توی ویدیو لینکشو میذارم برید اون ویدیو رو ببینید اما به طور کلی استاندارد سی کارش اینه که آموزش زبان رو استاندارد میکنه یعنی شما قرار نیست از این حجم گسترده ای از مطالبی که در هر زبان خارجی وجود داره که فقط هم مخصوص زبان انگلیسی نیست. همه رو یاد نگیرید. پراکنده میشه، سخت میشه و پایانی براش نیست. یک استانداردی رو تهیه کردن که شما در هر سطح مطالبی از گرامر، از لغت و باقی موارد رو باید یاد بگیرید. هر کتابی که از این استاندارد پیروی میکنه مطالبش کاملا مشابه با کتاب دیگهی که اون هم همین استاندارد داره یعنی مطالب کم و زیاد نیست در اینجور کتاب ها که فکر کنید مثلا این کتاب رو من میخونم و بعد برای تکمیلش منظور مطالبی که تو این نیست برم اون یکی کتاب مثلا گرامر این یسه کمبریج رو هم بخونم نه اتفاقی تو اینا نیفتاده که عجیب غریب باشه یا وجود نداشته باشه تو اون یکی چون اینا همه بر مبنای یه استاندارد یه مثال ساده براتون بذارم که درک کنید اینه که اگر توی دیکشنری یک کلمه ای رو سرچ کنید کنارش میبینید علامت زده مثلا A1, A2, C1, B1 یعنی اینکه این کلمات متعلقا به این سطح مثلا سطح B1 بعضی کلمات رو هم شما میبینید که اصلا هیچ کدوم از این علامت ها کنارش نیست در واقع به این معنی نیست که اون کلمه کلمه کاربردی نیست این به این معنیه که اون کلمه در لیست کلمات استاندارد سطوح مختلف سی افار نیست یعنی تو آموزش استاندارد قرار نمیگیره که شما خارج از دوره آموزش بعدها که دیگه آموزش رو به صورت آکادمیک و کلاسی گذاشتید کنار در دنیای واقعی اینها رو یاد میگیرید حالا اگر فرض کنید این کتاب گرامر رو شروع کردید خوندید و فکر میکنید که ناقص کنارش چیز دیگه باید بخونم یه کتاب دیگه اون کتاب دیگه کمکی بهتون نمیکنه این اصلا برای این کار ساخته نشده کتاب ساپلمنت نیست اون کتاب شما فقط تنها چیزی که توی این کتاب ها گیرتون میاد کتاب های متفاوت فرق هم نمیکنه گرامر باشه یا لغت یا هر چیزی متد مختلفه یعنی آکسفورد یه جوری درس داده کمبریج یه جوری لانگمن یه شکل دیگه و باقی به همین ترتیب متدها البته خیلی نزدیکن انقدری به صورت فضایی با هم تفاوت ندارد. نزدیکن اما نحوه ارائهشون متفاوت نحوه بیانشون متفاوت شما باید ببینید با کدوم بهتر ارتباط میگیرید لازم هم نیست برای این کار بشینید یه کتاب کامل بخونید بعد به این نتیجه برسید که آه این به دردم نمیخور شما میتونید یه فصل و رندوم انتخاب کنید از مثلا همین کتاب بخونید اگر دیدید نحوه ارائهش تمرین ها و مطالبش مفید بود واضح بود برای شما ادامه بدید اگر نبود بذاریدش کنار یه منبع دیگه انتخاب کنید اینم به صورت افراطی انجام ندید یعنی همه رو تست نکنید حد اکثر شما دو سه تا کتابی که تست کنید متوجه میشید خیلی هم به تجربه دیگران اعتماد نکنید تجربه ها شخصی ها. من الان این کتاب رو خودم درس دادم رو به اینکه خودم خوندم خوشم اومده به دیگرانم درس دادم اکثرا نتیجه گرفتم و به این نتیجه رسیدم که در بین کتاب هایی که من مطالعه کردم و درس دادم اینو بهتره که درس بدم سراغ بقیه هم دیگه نمیرم چون بقیه هم موارد مشابه مثل همینه اما شما اگه با این ارتباط برقرار نمیکنی میتونی بری اون کتاب بخونی ولی دوتا کنار هم کار بیهوده ای وقتتون رو تلف میکنید برای لغت هم همینه اگر شما مثلا من کتاب به کبیلر درس دادم که به نظر من کتاب خیلی خوبیه عالیه از سی رو درس میده اما اگر شما بینید با این کتاب نمیتونید ارتباط برقرار کنید به هر دلیل کتاب آکسفورد ورد سکیلز رو میتونید بخونید ولی اینکه این, این دوتا رو با هم بخونید کار بیهوده ای. چون دارید دو تا موارد مشابه رو میخونید به تمرین هم به حساب نمیاد در واقع یعنی فکر کنید که من دارم تکرار میکنم این مطلب رو نه کار مفیدی نیست روش های بسیار بهتری برای تکرار و تمرین هست که هم وقت کمتری میگیره هم موثرتره از این روش در نتیجه برای هر مبحثی گرامر، لغت، هر چیز دیگری EDM مثلا لازم نیست هم کتاب Oxford Word Skills EDMs and Phrase رو بخونید و بعد فکر کنید که یه چیزهایی رو من از دست دادم برم هم کتاب های Cambridge هم EDMs in و باقیش رو بخونم این کار رو نکنید وقتتون رو سر این چیز تلف نکنید یک منبع رو خوب بخونید شده چندین بار بخونید و بعد اصول مطالعه صحیح رو هم یاد بگیرید که من قبلا باز در مورد اینم صحبت کردم نحوه یادداشت برداری نوت کردن خلاصه کردن یک درس تمرین کردنش مواردی مثل اسپیس رپتیشن و باقی موارد که سعی کنم همه اینا رو دوباره توی ویدیوهای این مدلی از این به بعد اینا رو شرح بدم رو هم سعی کنم خیلی سریع بگیرم ادیت و اینا نمی‌خوام بکنم که وقت گرفته بشه اصل مطلب رو بهتون بگم که متوجه شید پس مطالعه چند تا منبع مشابه همزمان عملا کاریه که تاثیر چندانی نداره از نظر من که اصلا بیهوده است و اون هدفی که شما میخواید دنبال کنید و با روش های دیگه ای میشه بهتر سراغش رفت پس برای هر کاری یک منبع خوب معتبر پیدا کنید یا اگر مثلا چارت منبع دارید یه مطالعه جزئی از یه فصل از هر کدوم میکنید یکی رو انتخاب کنید و همونو جلو ببرید تمومم شد دیگه بذاریدش کنار اینا نباید توی کتاب و توی تمرین های این مدلی جا بیفته شما با کتاب و با حالا ویدیو یا هر چیز دیگری یاد نمیگیرید با مبحث آشنا میشید اینو فراموش نکنید بعضیا میگن که من فلان گرامر رو یاد گرفتم و نمیتونم استفاده کنم یاد نگرفتید شما باش آشنا شدید برای یاد گرفتن باید بارها و بارها در موقعیت‌ها یا به اصطلاح کانتکست‌های متفاوت تکرار بشه و اینها باید در دنیای واقعی و انگلیسی واقعی به وقوع بپیونده نه اینکه روی کاغذ و روی تمرین این مدلی با تمرین با صحبت کردن و با دیدن شنیدن و مطالعه کانتکست های مختلف و در طول زمان اتفاق میفته پس یک بار یک چیز رو درست بخونید دو بار سه بار حد اکثر دیگه بیشتر واقعا نیاز نیست و بعد زمانی که با اون مبحث آشنا شدید اجازه بدید که در برخورد مستقیم شما با انگلیسی واقعی اینها جا بیفته. به این صورتی که شما مطالب رو یاد میگیرید اگر هم خواستید بدونید چه کتاب هایی برای هر مبحثی خوبه، من پیشنهادای خودم رو توی کانال تلگرامم نوشتم. یه لیستی، خیلی هم لیست طولانی نیست. هم برای آیلتس نوشتم، هم برای به طور کلی انگلیسی عمومی، از سطح A1 تا C2 اگر بخواید برسید، چه هایی رو بخونید. کتاب نظر من تجربه منه ممکنه شما از بعضیش خوشتون نیاد بعضی رو اصلا میگن اصلا به درد نمیخوره یا هر چیزی خلاصه البته این که حرف گذافیه واقعا بیایم بگیم کتاب آکسفورد یا کتاب کمبریج به درد نمیخوره خیلی حرف درستی نیست ولی میتونیم بگیم که کتاب دیگری رو سراغ دارم که بهتره اینجوری باز به ولی چیزایی که من میدونستم و فکر میکنم که مناسب هست رو لیست کردم توی کانال تلگرام لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن که برید توی کانال تلگرام و اون کتاب ها رو هم بخونید یا داشته باشید اگر خواستید بررسی کنید و در نهایت تصمیم خودتون رو بگیرید ولی به عنوان تیک وی، دو تا سه تا چهار تا منبع مشابه که یک هدف رو دنبال می‌کنم، و هیچ وقت نخونید کار ای.